مراسم 40 شهید ستاره بهشتی به دنبال فراخوان‌های متعدد برای شرکت در آن شکل گرفت و به صحنه خشم و اعتراض علیه رژیم تبدیل شد. عصر پنجشنبه 23 آذر مراسم 40 روز شهید راه آزادی ستاره بهشتی در صحن امامزاده محمد تقی رباط کریم با شرکت صدها نفر از مردم آغاز شد. این در حالی بود که از ساعت 11 صبح نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی ها ورودی های رباط کریم را بسته بودند. مراسم توسط خانواده و دوستان شهید شروع شد و جمعیت به 300 تا 400 نفر رسید. خواهر ستار علیه کارگزاران رژیم و قاتلان برادرش شعار می‌داد و در حین شعار دادن از حال رفت. مادر رنجیده ستار فریاد می‌زد: سرپرست مرا شهید کردی، خدا نابودتان کند. نیروهای سرکوبگر انتظامی با اقدامات وحشیانه تلاش می‌کردند شرکت کنندگان را دستگیر کنند و سپس آنها را در مینی‌بوس‌های 16 نفره به محل نامعلومی منتقل می‌کردند. همچنین لباس شخصی ها اجازه فیلم برداری از مراسم به شرکت کنندگان را نمی دادند و موبایل ها را می گرفتند. به گزارش های رسیده به رغم اقدامات سرکوبگرانه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها، مادر ستار شجاعانه فریاد می زد: خون ستار دامنتان را می گیرد. جوانان حاضر در مراسم به پای مادر ستار بوسه می زدن. مادر می گفت: ستار به من گفته است اگر من را کشتن نگذار مزدوران اشکت را ببینند، نگذار دشمن من شاد شود، اگر هم گریت گرفت سرت را زیر پرده ای کن که دشمن اشکت را نبیند. در مراسم 40 روز شهادت ستاره بهشتی، مزدوران نیروی انتظامی و اطلاعاتی با حملات وحشیانه به شرکت کنندگان و ضرب و جرح آنان اقدام به دستگیری شماری از آنان کردند. پس از اینکه مادر و خواهر ستاره بهشتی از شرکت کنندگان خواستند تا برای برگزاری مراسم از امامزاده محمد تقی به خانه خواهر ستار بروند، ماموران امنیتی و لباس شخصی به صورت پراکنده اقدام به ضرب و شتم و بازداشت مردم معترض کردند. همچنین 5 نفر از مزدوران اطلاعاتی اقدام به ضرب و شتم مادر ستاره بهشتی کردند و پای این مادر پیر و رنجدیده را مجروح کردند که از ناحیه زانو به پایین دچار زخم و جراحت شد. یکی از شرکت کنندگان در این مراسم گفت: یکی از ماموران موهای مادر ستاره بهشتی را روی زمین می کشید.